به هر حال آیا موافق هستید که بعضی از علوم واقعا از حرف شروع میشن و به حرف خاتمه پیدا میکنن و نفعی برای انسان ندارن؟ مثلا فرض کنید جایی میخوندم که در قرون وسطا بحث ها شده، کتاب ها نوشته شده بر سر این موضوع که در سر یک سوزن چند تا فرشته جا میشن. یعنی یه علومی که دنبال یه همچین حرفایی میرن، آیا شما فکر میکنید که باید چه کرد؟ من متوجهم که حتما موافق نیستید که اونها رو حذف کنیم، ولی بالاخره چجوری باید با چیزی که نفعی برای بشر نداره صحبت روبرو شد و مواجهه کرد؟ اولا من با این فرض موافق نیستم که اون علوم قرون وسطایی نفعی برای بشر نداشت. ببینید سنت هرمنوتیک که در فلسفه قرن بیستم قوقا کرد، سنتی که مثلا دریدا و خیلی دیگر از کسانی که مثل دریدا شروع کردند ساخت زدائی رو، ساخت چکنی رو مطرح کردند، وقتی که به ریشه های تاریخی سنت هرمنوتیک برمیگردیم میبینیم خیلی از شگرد های اینها رو اینها از همین کتاب های قرون وسطا، از همین نحوه مباحثه قرون وسطا، همین مداق کردن در یک کلمه و یک عبارت بود. برای زمان خودشون عقل انسان به همون حد میرسید و بیشتر هم نمیتونست جلو بره، ولی از دل همون دانشگاه ها بزرگانی هم هرمنوتیک پیش اومد و هم توماس قدیس پیش اومد. توماس قدیس دقیقا از همین جاها شروع کرد و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه. شما فیلم فارنهایت نشون دادید و یک فیلم دیگه ای که واقعا فکر میکنم اگر دوستان تماشاگر بهش دسترسی دارن یا کتاب اگر بهش دسترسی دارن بخونن، کتاب اومبرتو اکو هست، یه رمان معروف اومبرتو اکو به اسم به نام گل روز. بله. گل سرخ. بله. خب به نام گل سرخ. بله. خب اونجا هم دعوا دقیقا بر سر اینه که اون در اون دیر که تصویریست از جامعه امروز ایران، اون بزرگان دیر نمیخوان طلبه ها کتاب ارسطو رو بخونند، برای اینکه در کتاب ارسطو، کتاب ارسطوس در مورد ادبیات، در مورد فواید خنده، و بحث درخشانی است بین رهبر اون دیر و این شخصیتی که شان کانری بازی میکنه و در واقع ترکیبی از همین توماس قدیس است، ترکیبی است از توماس قدیس و یک فیلسوف انگلیسی دیگری که اون اوکام، ویلیام اوکام معروف، که به اصطلاح میگن آغازگر این بحث بود که در صحبت کردن باید اجمال رو رعایت کرد. این دوتا رو ترکیب کرده اومبرتو اکو و تو اون شخصیتی که ویلیام شان کانری بازی میکنه. خب در اونجا شان کانری داره سعی میکنه این بابا رو متقاعد بکنه که تو نمیتونی جلوی کتاب ارسطو رو بگیری. این بالاخره خواهد آمد. الان هم دقیقا همینطوره. ما وظیفمون حذف کردن نیست. اگر کسی میخواد الان بشینه و تمام احادیث بهارالانوار رو بخونه و ببینه آیا احادیث بهارالانوار حکایت از این دارن که امام زمان از چمکران در میاد یا نه، حقش بخونه. حقش فقط این نیست که بگه بقیه ما باید اون رو بخونیم. اگر او گمان داره که خوشیش در این دنیا و سلامتش در اون دنیای دیگه در این است که تمام بهارالانوار رو برای احادیث بخونه، مثل اون چی که آقای مصباح داره میکنه، خب بخونه. گرفتاری ما این است که آقای مصباح اومده برای بقیه ما تعیین تکلیف میکنه، میگه شما هم باید این رو بخونید. ما میگیم که در قرن 21 مردم محتاج ولی قیم نیستن. آزادی بذارید هر کسی هر چی میخواد بخونه، حدود بازی رو هم معین بکنید. شما نمیتونید چیزایی بخونید که خوندنش باعث میشه که مزاحمت ایجاد بکنید برای دیگران. شما نمیتونید یه کارایی رو انجام بدید که جلوی آزادی دیگران رو بگیره، ولی اگر یه کارایی رو در خلوت خونه خودتون میکنید مجازید. حتی در خلوت خونه خودتون هم یه کارایی از جامعه متجدد به شما اجازه نمیده. شما در خلوت خونه خودتون نمیتونید یه بچه‌ای رو بیارید و ازش عکس نیمه لخت بگیرید. جامعه تعقیبتون میکنه. جامعه متجدد میتونه یه سری حدود رو تعیین بکنه. گرفتار این است که وقتی که حکام میان و میخوان حدود عقل رو تعیین بکنن، بگن که شما نمیتونید شک بکنید. تمام تجدد بناش بر شکه.
شک علمی ولی تعارضی با مذهب نداره. پاسکال یکی از بزرگترین دانشمندان زمان خودش بود، ریاضیات زمان خودش رو پیش برد، ولی پاسکال یکی از متدین ترین فلاسفه هر زمانی بود.